در کوچه پس کوچه های غربت جلد دوم بخش سیزده هم جمعه هفته جولای 1989 لیلای کوچولو دستم را می گیرد و به اتاقش می برد تا اسبابازی هایش را نشانم دهد اتاق غرق بازی است حتی به در و دیوار هم عروسک و خرس و میمون و سگ و گربه پشمالو آویزان است رنگ های زرد و قرمز و آبی و سفید همه جا اتاق را پر کرده است. میپرسم کدام اسباب بازی بیشتر دوست داری؟ شانه هایش را بالا می اندازد و می گوید I don't know, all of them. عروسک کوچکی را از روی تخت بر می دارم و می گویم اسم این چیه؟ لیلا پوزخنده می زند و می گوید باربی دال سیلی؟ می خواهد بگوید تو خودت می دانی چرا می پرسی؟ خودم را با آن راه میزنم و میگویم تو چه اسمی روش گذاشتی؟ پرسلش سر می روید و می گوید She has already a name. I told you. سپس از من می خواهد که با او به تماشای آخرین ویدیو کاستی که مادرش خریده است بنشینیم. او را در مقابل تلویزیون به حال خود می گذارم و به میان جمع بزرگترها بر کمی بعد ضمن اشاره به اینکه که بچه های امروز چقدر بازی زیر دست و پایشان ریخته است می‌گویم. با وجود این انگار ما بچه های دیروز قدر را که داشتیم بیشتر میدانستیم. از آنها بیشتر لذت می بردیم و خودمان برایشان هویتی می ساختیم. بچه های حالا محکومن ذوق خود را با تصمیم صاحبان کارخانه ها تطبیق بدهند. خود من یادم میآید در تمام دوران کودکی یک عروسک بیشتر نداشتم. اسمش را گذاشته بودم سوسن همیشه هم توی گنج پنهان بود، روزی چند دقیقه بیشتر با آن بازی نمی کردم و از ترس اینکه خراب شود بیشتر نگاهش می کردم. هر کدام از حاضران سری به تایید تکان دادند و حرف و نقل و خاطره ای تعریف کردند. مادر لیلا هم اشاره کرد که با وجود این همه با بازی و سرگرمی و تفریحاتی که بچه های امروز دارند همه از نوعی کسالت و بیحسلگی رنج می برند و مرتب یک چیز تازه می و یک حرف هم بیشتر بلد نیستند. I am bored. شنبه 8 جولای 1989 در زندگی روزهایی هست که آدم اصلاً حال و حوصله هیچ کاری را ندارد. وقتی میگویم هیچ منظورم دقیقاً همین است. صبح از خواب بلند می شود نمی داند با خودش چه کار کند و چه خاکی بر سر کارهایی که دارد بریزد. دلش می خواهد بی دقدقه صبحش به شب برسد و از عالم آدم فارغ باشد. این روزها آدم بی خود و بی جهت به کاناپه جلوی تلویزیون علاقه مند می شود. هنوز چای صبح از گلویش پایین نرفته کاناپه به او چشمک می زند که بزن بر تبل بیاری که آن هم حاله می دارد. پس می رود دراز به دراز روی کاناپه ولو می شود تلویزیون را روشن می کند برایش هم فرق نمی کند به تماشای چه برنامه ای بنشیند مدتی به همان حال می ماند و به تلویزیون چشم می دوزد بدون اینکه بفهمد چه صحنه هایی از جلوی چشمش رد می شود رمق جواب دادن به مراجعین تلفنی را هم ندارد و از صدای زنگ تلفن دلخور می شود هر از گاهی سراغ یخچال می حل حولهی بر بدون آنکه اشتها داشته باشد چیزی از گلوی خود پایین می دهد و باز روی کاناپه ولو می شود. در همین روزها آدم مدتی هم جلوی آینه می استد. در لابلای موهایش دنبال موی سفید تازه در آمده می گردد. یاد دندانهایش می افتد و دندان کرم خورده تازه را پیدا می کند. هنگامی که از سری بی کتابی یا مجله را دست می گیرد، صفحات آن تبدیل به ورقه آزمایش دید چشم می شود. آن را جلو و عقب می برد تا بفهمد عینک پیرچشمی لازم است یا نه. خلاصه در چنین روزهایی آدم یادش می آید مدت هاست از خود غافل شده و آنقدر مشغول و سرگرم کارهای روزمره تکراری بوده که گذر عمر را حس نکرده است. روزها آمدند و رفتند و او این اشارات از جهان گذران را نادیده گرفته است. جمعه 14 جولای 1989 لخولسا رهبر جنبش کارگری همبستگی لهستان که در آغاز فعالیت‌های سیاسی خود و مبارزه بی امانش با دولت کمونیستی لهستان جوان و لاغرندام و تکیده بود این روزها چاق و سرحال و سرمست از لذت پیروزی در حالی که چشمانش برقی عجیب میزند با گزارشگران آمریکایی به گفتگو می‌نشیند. راستی چه راضی در موفقیت و پیروزی هست که انسان را این چنین دیگرگون می کند. هرچه هست احساس خوشی است و مرد محبوب لهستان اصراری در پنهان کردن این احساس خوش خود ندارد. آنقدر موفقیت او را شاد کرده است که حتی از رقیب سرسخت خود ژنرال یاروزلسکی مردی که او را ده ماه به زندان انداخته بود با احترام سخن میگوید و رقیب شکست خورده را به همکاری برای بازسازی اقتصاد رو به کشورش دعوت می کند. والسا از همه کمک می خواهد. تقاضای همکاری از کشورهای دیگر و به ویژه آمریکا را دارد و تصمیم دارد وام خارجی بگیرد تا در راه بازسازی لهستان مصرف شود. در حال حاضر لهستان زیر بار 39 میلیارد دلار وام خارجی است و هنوز هم نیاز به وام بیشتر دارد. کسی نمیداند این رقم هنگفت وام خارجی چگونه در لهستان خرج شده است که اقتصادش چنین وضع اسفباری دارد ولی ولسا باز چشم امید به وام خارجی دوخته است تا به گفته خودش این باران را در راه صحیح به کار گیرند آیا امکان دارد بهرهگیری درست از وام خارجی برای بازسازی یک کشور دیگر یک مفسر بدبین سیاسی یک روز گفت وام خارجی پول آدم های فقیر یک مملکت غنی است که دولت مردان آن به آدم های پولدار یک مملکت فقیر می دهند و آزادی آنها را می خرند. شنبه 15 جولای 1989 شماره اخیر فصلنامه نقد کتاب آمریکا American Book Review ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده است با عنوان زنان خاورمیانه. میانه. در این شماره چند بانوی پژوهشگر ایرانی نیز نوشتههایی درباره ادبیات زنان ایران، فروغ فرخزاد و آینده ادبیات پس از خمینی عرضه کردند که همگی جالب هستند. اما خاندنی ترین مطلب این نشریه از آن یک بانوی نویسنده آمریکایی است به نام سالی گرین استاد دانشگاه های استانبول و آنکارا با عنوان نگاهی به زنان نویسنده خاور میانه. در این مقاله مفصل، نویسنده با شکایت و نارضایتی از تصویری که غربیان از زن شرقی به وجود آوردند سخن میگوید. وی ای از اینکه غربیان تا چه حد در شناخت زن شرقی و به ویژه زن شرقی امروز کوتاهی کردند و تا چه اندازه در این زمینه ناآگاهند به شدت متأثر است و می نویسد هنوز زنان شرقی برای ما غربی ها موجوداتی محکوم به زندگی در حرم هستند یا دست بالا اجرا کنندگان چیر دست رقص شکم. سالی گرین در گوشه دیگری از مقاله خود با برشمردن اسامی بسیاری از زنان نویسنده و پژوهشگر شرقی می نویسد تقریبا از یک ست سال پیش جنبش و حرکتی به سوی خودشناسی از خود گفتن و آشکارگویی در میان زنان شرقی پیدا شده است که با وجود افزایش روز به روز جوامع مذهبی افراطی همچنان در حال شکوفایی است. به همین دلیل کوشش و فداکاری زنان نویسنده مشرق زمین برای اینکه حرف خود را به گوش دیگران برسانند قابل ستایش است. این زنان شرقی دیگر به وعده های هموطنان مرد خود که میگویند اول باید از شر امپریالیزم غربی رها شد و سپس به زنان پرداخت دلخوش نمی کنند. اینها خود پا به میدان برسه مبارزه گذاشتند و موضوع زن را از کل مسائل کشور و حتی منطقه جدا نمی شمارند. در نتیجه زنان شرقی دیدگاه های قابل مطالعه و در خود توجهی از کشور خود، منطقه خود و جهان اطراف خود دارند که باید شنیده شود. هرچند بسیاری از آنان آزادی نشر نظریاتشان را به زبان مادری خیش ندارند، و در وطن خود شنونده و خواننده پیدا نمی کنند ولی در جای دیگر دنیا که چنین فرصتی میابند باید کشف شوند. سالی گرین در پایان مقاله خود از کتابخانهای آمریکایی و از مردم آمریکا می‌خواهد کوششی برای کشف این بخش عظیم و نیروی اثرگذار نشان دهند و زنان شرقی را به درستی بشناسند. ای کاش چنین شود. دوشنبه 18 جولای 1989 دیشب پس از اینکه برنامه ارتباط مستقیم ویژه ای را که به جوانان و اعتیاد به مواد مخدر اختصاص داشت به پایان رساندم همراه یوسف راهی منزل شدیم این جوان ایرانی که دیشب بسیاری از شما را با سخنان خود دگرگون کرد میخواهد برای جامعه کاری بکند که دیگران برای او نکردند یوسف پیش آمده است از درد بزرگ خود سخن میگوید از حکایت سراسر اندوه چندین ساله اعتیاد و ترک اعتیاد خیش حرف میزند از تنهایی خود و یارو همراه نداشتن میگوید تا بلکه پدر یا مادری حرف او را بشنود و به فکر فرزند خود بیفتد دیشب پس از پایان برنامه تلفن‌های زیادی داشتیم مادرانی که اشک می‌ریختند و می‌گفتند حتی جرأت ندارند با همسر خود با پدر فرزندشان از بدبختی بزرگی که گریبانگی روی شده است حرف بزنند. یوسف دیشب حرف آخر را زد. تنها عشق و علاقه حمایت و پشتیبانی و دلسوزی پدر و مادر است که می تواند به یاری فرزند بیاید. تحقیر و توهین و سرزنش، خشونت و عصبانیت و مجازات، ترد کردن و فرار از مقابله با مشکل به هیچ یک از افراد خانواده کمک نمی کند. به حرف یوسف گوش کنیم. شنبه 18 جولای 1989 صبح زود برای خرید مواد غذایی از خانه خارج می شدم. در راه بازگشت برای فرار از ترافیک خیابانهای اصلی و بزرگ راه یک راه باریک سرباله فرعی را که کمتر محل رفت آمد و ها هاست انتخاب می کنم. خوشحال و سرحال از فکر بکر خیش نواری کوک می کنم و زیر لب همراه با خاننده زمزمه را سر می دهم. در سربالایی تپه هیکل سرمه رنگ مردی چکمپوش پوش و اینک دودی بر چشم توجه هم را جلب می کند. آن طرف خیابان کنار یک موتورسیکلت ایستاده است و با دست مرا به کنار خیابان و توقف کردن دعوت می کند. بله، حضرت آقا پلیس راهنمایی تشریف دارند و خوشنود از اولین تعمه بامدادی خود به کنار پنجره اتومبیل نزدیک می شود. بلافاصله دستها را رو روی فرمان می گذارم از اینکه فرصتی نیست تا دور از چشم او کمربند ایمنی را ببندم دلخور می شم. دیگر نه وقت است و نه چاره. قیافه مظلوم و متجبی به خود می گیرم و بدون اینکه بدانم گناهم چیست سعی می کنم خود را بی گناه نشان دهم. پلیس با ادب به من سلام می کند، حالم را میپرسد بعد می گوید با چه صورتی حرکت می کردید؟ می گویم سی, سی و پنج میگوید ولی رادار من خلاف این را نشان میدهد سرعت شما چهل مایل در ساعت بود به شوخی میپرسم رادارتان خراب نیست شوخی را نشنیده میگیرد و جدی و خشن اعتراض میکند کمربند را چرا نبستید جواب میدهم خانم همین نزدیک است دو قدم راه بود و بلافاصله از استدلال بچگانه خودم خندم میگیرد چون هیچ راه فراری پیدا نمیکنم میگویم من راننده خوبی هستم این دفعه را ندیده بگیرید و مقداری پلیز و ساری هم چاشنیش میکنم افسر مربوطه خیلی بی و جدی گواهی نامم را میگیرد سراغ موتورسیکلتش میرود و شروع میکند نوشتن. حالا ننویس کی بنویس درست پانزده دقیقه معطلم میکند در این فاصله چند اتومبیل با سرعت بیش از سی مایل از کنارمان میگذرد خدا میداند او دیگر با آنها کاری ندارد فعلا تمام فکر و ذکرش مشغول نوشتن جریمه من است که نمیدانم چرا اینقدر طول می کشد. در حالی که قصه سرزنش سر و همسر روی دلم سنگینی می کند جریمه را از جناب پلیس می گیرم و با غضب می گویم تنکیو. بالاخره سگرمه ها را باز می کند و میگوید: خانم بعد از این کمربندتان را ببندید و درست رانندگی را کنید. مثل یک بچه حرف گوش کن سرم را پایین می اندازم و می گویم Yes sir, of course. بعد پیش خود فکر می کنم در این لباس افسری سرمهی چه حکمتی نهفته است که لرزه بر اندام انسان می اندازد. پنشنبه 20 جولای 1989 20 سال پیش در چنین روزی هنگامی که نیل آرمسترانگ فضانورد آمریکایی اولین گام را روی کره ماه گذاشت و جهانی را متحیر و مبهوت به تماشای حرکات سبک و جهش‌های مانند خود روی سطح ماه نشاند، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که 20 سال بعد به دنبال آن گام کوچک یک انسان و گام بزرگ بشریت هیچ اتفاق مهم دیگری در جهان فضانوردی روی ندهد. دو دهه پیش انسان پا روی کره ماه گذاشت و توقف کرد. این کندی حرکت و ایستایی تقریبی چند دلیل دارد. مهمترینش این که دستیابی به فضا یک نمایش قدرت، یک مسابقه و یک مبارزه آشکار بین دو ابرقدرت آمریکا و شوروی بود. آمریکا با رسیدن به کره ماه نام خود را به عنوان پیشتاز مسابقات فضایی به ثبت رساند، خیالش از این بابت راحت شد و سر جایش نشست. نیل آرمسترانگ در آن زمان گفت ما برای بشریت صلح آورده ایم. ولی بشریت می دانست که آمریکایی ها به ماه رفتند تا روسها را شکستهند درست مثل زمانی که به ویتنام رفتند تا در مقابل این دشمن قد علم کنند. آمریکایی در مأموریت فتح کره ماه خود را پیروز یافت و سرمست بر جای خیش تکیه داد. روزها نیز به تلافی راهی مریخ شدند و اگر به این ستاره برسند آنها نیز با رضایت خاطر دستگلی برای خیش خواهند فرستاد. ولی بعد چه خواهد شد؟ آیا روزی کشورهای جهان دستیابی به فضا و کشف اسرار لایتناهی را صرفا از دیدگاهی علمی مورد توجه قرار خواهند داد؟ یا همچنان در کنار پیشرفت این علم دعوا بر سر این خواهد بود که کدام یک نیرومندتر است؟ شاید سخنان امروز جورج بوش پاسخی به این پرسش باشد. وی گفت سرنوشت بشر این است که فضا را کشف کند و سرنوشت آمریکا این که چنین حرکتی را رهبر باشد. این هم شاهد که از غیب رسید. جمعه 21 جولای 1989 هفته گذشته برای دیدار و گفتگو با نهزت فرنودی که مقیم سندیگوست با او قراری میگذارم و تصمیم میگیرم امروز نزدش بروم. برای اینکه خود را از دردسر رانندگی نجات دهم به فکر قطار میافتم. ساعت هفت صبح در داونتان لس آنجلس مقابل ایستگاه راه آهن پیاده می شوم و به درون میروم. با وجودی که برای اولین بار این ساختمان را می بینم، به نظرم آشنا می آید. همه ایستگاه های راه آهن دنیا شبیه یکدیگرند. تاریک، تیر رنگ، نمور و سرد. مجموعه از سیمان، سنگ سیاه یا قهوه‌ای، چوب تیره و چراغهایی که نور زرد رنگ را به اطراف می پرکنند. هر قدر فرودگاه ها روشن و دلباز و تماشایی هستند، ایسگاه قطار دلمرده و کسالت ها برند. به نظرم میرسد سفری در زمان کردم و به دوران پس از جنگ جهانی دوم که در فیلم های مستند بسیار دیدم رفتم. بامداد با امروز هوای مه گرفته لس آنجلس نیز به این حال و هوا کمک می کند. اگر گهگاه مسافران کفش ورزش به پا و شلوار جین پوشیده آمریکایی واقعیت را به یادم نیاورند فکر می کنم چهار دهه به عقب برگشتم. در دهانه خروجی ایستگاه راهاهان در کنار زمین های شنی پوشید از ریل ساختمان های کهنه و دودزدی به چشم می خورند که با ترکیب ساختمانی شهر لس آنجلس نمی خانند. حرکت آهسته و یک نواخت قطار و صوت‌های ممتد میان راه نیز نمادی از حرکت کند و آرام گذشته در مقایسه با سرعت زندگی تکنولوژیک امروز است. این مجموعه سوال برانگیز است. های آن زمان خوشبخت‌تر بودند یا انسان امروز؟ در دفتر دکتر فرنودی این پرسش را با او در میان میگذارم به کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته ای ویکتور فرانکل که خود وی ترجمه کرده است اشاره می کند و میگوید های اصر جدید از بیمعنایی و پوچی و بی هدفی زندگی شکایت دارند و از خلای هستی در رنجند انسان در هر دوره و اصری اگر معنایی برای زندگی خود بیابد خوشبخت است. شنبه 22 جولای 1989 روز شنبه است و فرصتی برای خرید از یک فروشگاه ایرانی و جمع آوری تعدادی مجله و روزنامه. من با آن کسانی که معتقدند باید جلوی انتشار یک نشریه مجله یا روزنامه را به دلیل بی یا ابتزال آن گرفت سخت مخالفم. اصلا هیچ مرجعی را سراغ ندارم که قدرت اجرایی چنین کاری را داشته باشد. ولی با اینکه که انسانها با قدرت تشخیص خوب از بد یک نشریه خوب را حمایت کنند و یک نشریه مبتزد را به حال خود رها کنند به شدت موافقم و حق انتخاب را از حقوق اساسی افراد به شمار می آورم. خود من به دلیل نوع کارم دوست دارم در جریان زندگی ایرانیان قرار بگیرم. بنابراین هر نوشته ای را که در دسترسم قرار گیرد می خوانم. البته این بدان معنی نیست که از دست بسیاریشان هرس نمی خورم. ارزی روزنامه و مجله به صورت رایگان در لس آنجلس جریان حق انتخاب را دستخوش تزلزل می کند. چون خوانندگان دست به کار خواندن نشریاتی میشوند که در صورت رایگان نبودن به سراغشان هم نمی رفتند. امروز باز مسئول فروشگاه ایرانی نزدیک خانه یک دسته مجله زیر بغلم زد و گفت این آخرین هفته است که مجله مجانی می گیرید. در حالی که قصد رفتن کرده بودم ایستادم و گفتم خوشحالم بسیار زیاد و بس از کسانی که این گام اول را برداشتند یک دنیا سپاسگزار. هفته آینده که آمدم یکی دو نشریه ای را که دوست دارم خواهم خرید و بقیه را میگذارم روی دستتان بماند و باد کند. شاید روزنامه نگاری پس از ده سال سرگردانی به دست افراد حرفه ای سپرده شود و آنکه این کار است بماند و آنکه نیست برود دکان دیگری باز کند. مرد میان سال محترمی که شاهد این گفتگو بود سری تکان داد و گفت ولی من نگرانم که در این تصمیم گیری باز هم روزنامه نگاران حرفه‌ای از میدان بدر روند. دوشنبه 24 جولای 1989 ما ایرانی ها یا شنونده های بدی هستیم یا اینکه گوش‌هایمان هایمان به نسبت سنگین تر سایر ملت هاست. خیلی دلم میخواهد به پیروی از روانشناسان نظری پرداز اصطلاحی ابدا کنم و بگویم ما دچار کری قومی هستیم تا مقدار زیادی از بار گناهمان کاسته شود ولی حقیقت چیز دیگری است ما شنونده های بدی هستیم چون حرف طرف مقابل خود را میشنویم ولی گوش نمی دهیم اگر به گفتگوی دو ایرانی توجه کنیم خیلی زود متوجه می شویم که چگونه از حرفها برداشت اشتباهی و عوضی می شود. در میان ما افرادی که با حواس جمع و قوای فکری متمرکز به سخنان طرف خود گوش جان بسپارند بسیار نادرند. ما به جای اینکه پس از شنیدن سخنی، عقیده یا گفته در صدد پاسخ مناسب براییم، نگران این هستیم که چه پاسخی بدهیم تا ما را فهمیده تر، باشعورتر و تیزهوشتر از طرف جلوه دهد. سرمان را به علامت شنیدن حرف طرف بالا و پایین میبریم ولی ششدانگ حواسمان در پی جور کردن پاسخ خودمان است چنین است که حتی دو نفری که بر سر یک موضوع با هم توافق کامل دارند درگیر بحث و جدل میشوند هر دو یک چیز میگویند ولی حاضر نیستند حرف طرف را تایید کنند ما شیفته افکار خودمان هستیم و این خود شیفتگی نه به چشمهای من اجازه می دهد درست ببینند و نه گوشهای من را شنوای حرف دیگران می سازد. شنبه 25 جولای 1989 صبح زود تلفن زنگ می زند. صدای مارتین را می شناسم. انگلیسی را با لحجه قلیز لهستانی حرف میزند. مارتین پیرمردی است هفتاد و خورده ساله که در آپارتمان کوچک خود به تنهایی زندگی می کند. کارش ساعت سازی است ولی چندین سال از بازنشسته شدنش میگذرد و با درآمد بخور و نمیر اداره بیمه های اجتماعی زندگی می کند. مارتین همه افراد خانوادش را در اردوگاه های کار اجباری آشویتز و در دوره جنگ از دست داده است. خودش نیز دو سالی در اردوگاه به سر برده ولی نجات یافته است. مارتین پس از مهاجرت به آمریکا همسر اختیار می کند و صاحب دو دختر می شود که اکنون ازدواج کرده و به کانادا رفتند. همسرش هم چند سال پیش درگذشته است. پیرمرد روزهایش را به شنیدن موسیقی کلاسیک و پیاده روی و خواندن کتاب می وی هنوز روش زندگی اروپایی خود را حفظ کرده است. میگوید از بیمارستان تلفن می کنم. سینه پهلو کردم و بستری هستم. میپرسم چه کسی تو را به بیمارستان برد؟ میگوید تاکسی تلفنی صدا کردم و در حالی که از شدت تب توان راه رفتن نداشتم خودم را به بیمارستان رساندم. من و همسرم مارتین را خیلی دوست داریم. شاید هم دلمان به حالش می سوزد. چون هیچ کس را ندارد و زندگی سختی را پشت سر گذارده است. بعد از ظهر کمی سوپ برمیدارم یک جعبه شکلات میخرم و به دیدارش میروم. حال جسمیش نسبتاً بد نیست ولی به شدت افسرده است. میگوید این روزها بیش از هر وقت دیگر به گذشتم فکر می کنم. آن روزها خوشحال بودم که از اردوگاه جان سالم به در بردم. ولی امروز این تنهایی برایم غیرقابل تحمل است. کاش من هم مثل برادر و خواهر و پدر و مادر و بقیه خانوادم در کوره نازی ها سوخته بودم و اشک در چشمانش حلقه می زند. می, گویم می خواهی به دخترهای تلفن کنم بیایند پهلویت. سرش را تکان می دهد و میگوید خودم تلفن کردم. میگویند کار دارند و نمی توانند بیاین. بچه کوچک دارند. دستش را در دستم می گیرم و میگویم من مثل دختر تو. چه کار میخوای برایت بکنم؟ مارتین انگار حرفم را نمی شنود و با خودش زمزمه می کند. نازی ها فقط آنهایی را که به کور انداختند نکشتند. ما را هم کشتند. ما نفس می کشیم، راه می رویم، کار می کنیم ولی زنده نیستیم. حرارت پیشانیش را امتحان می کنم، تب ندارد. ولی کابوس و اردوگاه لحظه ای رهایش نمی سازد. پزشکش می گوید این حالت برگشته به گذشته و افسردگی برای بسیاری از بازماندگان اردوگاه های کار اجباری اتفاق میافتد و گاه می تواند خطرناک باشد. لعنتی های جنایتکار با این انسان ها چه کردند؟ چهارشنبه 26 جولای 1989 با دوستی دیرینه و بسیار عزیز که سالها بود دورا دور از هم خبر میافتیم در رستورانی کوچک نشسته ایم نهار ساده ای میخوریم و گپ و گفتی داریم از اینکه دنیا چقدر کوچک است و آدمها چگونه پس از سالها در گوشه و محلی که اصلا خوابش را هم نمیدیدند یکدیگر را مییابند دوست نازنین من اکنون بانویی تحصیل کرده آگاه معلمی دلسوز و پژوهشگری با پشتکار در زمینه مسائل زنان سه ساعت با هم حرف میزنیم از هر دری و از هر مقوله از گذشته و حال از درس و مدرسه و دانشگاه تا همسر و فرزندان و مسائل جدیتر که دل مشغولی های ساعت تفکر است فرزانه میلانی استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل زنان برایم از پژوهش‌های های سخن میگوید و از نتای جانها از زنان حرف میزند و از آنچه در طول تاریخ بر زنان رفته است به ویژه زنان ایرانی. میگوید سالها از خود میپرسیدم چرا در حالی که در ادوار مختلف تاریخ و در کشورهای مختلف جهان نشانه ها و آثاری از شکنجه و آزار فجیع زنان به چشم میخورد در ایران چنین اتفاقی روی نداده است. به عنوان مثال دوران جادوگر سوزانی در اروپا که تقریبا همه جادوگران زن بودند. دوران غالب گذاشتن پای زنان در چین، خطنه کردن زنان در قبایل عرب و بقیه. همواره فکر می کردم ایرانیان به دلیل داشتن فرهنگی کوهن اصالت و بنیادهای فکری قوی چنین ستمهایی به زنان روا نداشتند. از این بابت به ایرانی بودنم می و بارها نیز سر کلاس درس این نکته را با افتخار بیان کردم. ولی آنچه اخیرا دریافتم و این دریافت نیز مبتنی بر حقایق بسیار روشن تاریخی است این است که سرکوبی و شکنجه در واقع واکنش های خشونت هامیز مردان برای جلوگیری از پیشرفت زنان در هر دوره بوده است. رقص در چین قدمتی زیاد دارد و رقصندگان از احترام و مقام ویژه برخوردار بودند. در دوره زنان چین بهترین رقاصان و شمشیربازان چینی شدند و قالب گذاشتن پایانان وسیلهی برای جلوگیری از این رشد حسادت برانگیز و معلول کردن زنان شد. جادوگرانی که به آتش کشیده می شدن، نیز زنانی بودند که امروزه از پیشتازان علم شیمی و پزشکی به شمار می روند و باعث رونق این علم شدند. ولی در آن زمان خود اجازه باقی ماندن در آن دایره را نیافتند. ختنه کردن زنان عرب نیز برای فرو کشتن امیال جنسی آنها بود تا مرد عرب از این بابت خیالش آسوده شود یعنی هر کجا که زن خواست قد برافرازد به ترین وجه جلویش را گرفتند ولی در ایران اگر چنین فجایعی روی نداد نه به این دلیل بود که انسانهای با فرهنگ و متمدنتری بودیم زن ایرانی در نهایت تأسف در طول تاریخ زندگانی اصفبار خود هرگز برای هیچ کاری قد علم نکرد و همچنان در ردیف اسباب و ابزار خانه بدون هویت و بی حق وجود به زندگانی حقارتبارش ادامه داد و با آن خو گرفت. در نتیجه لزومی برای مقابله یا مبارزه با او احساس نمیشد. سپس می پرسد دردناک نیست؟ سریع به علامت تایید تکان می دهم و می گویم البته که هست. شنبه 27 جولای 1989 مادر و پسر داشتند با هم صحبت می کردند. مادر شش دانگ حواسش به پسر بود و درباره موضوعی که برایش بسیار اهمیت داشت نظر می خواست. هر چند دقیقه یک بار نوه کوچک شش هفت سالش به طرف آنها می آمد و از پدر چیزی می پرسید. پدر به دنبال پوزشی حرف خود را با مادر قطع می کرد، سر صبر و پاسخ پسر را میداد. و سپس از او میخواست که مزاحم صحبت ددی و گرما نشود. پسرک شیطان میرفت و هنوز مادر و پسر صحبت را از سر نگرفته بودند برمیگشت. عاقبت خلق مادر بزرگ تنگ شد و پرخاش کنان گفت یه چیزی به این بچه بگو دیگه مردم از بس حرفمون رو قطع کرد. پسر جواب داد به نظر شما چی بگم؟ هیچی محلش نذار. آخه با آدم توهین میشه. به خاطر این نیم وجبی چهار دفعه صحبت من قطع کردی. ما در معذرت میخوام ولی اگه بچم ده بار دیگه بیاد و ازم سوال کنه مجبورم جوابشو بدم اون بچه است شما که ماشاءالله بزرگی اگه شما جوونا بلد بودین بچه تربیت کنین که وضع دنیا اینجوری نمیشد. مگه ما بچه بزرگ نکردیم چرا ولی هر وقت ازتون میپرسیدیم چرا یا به حرفمون گوش نمیکردین یا فوقش بهمون همون میگفتین محض ارا من که همچو کاری رو با بچم نمیکنم اگه شما خوشتون نمیاد متاسفم روش تعلیم و تربیت در ایران غلط بود بچه شخصیت داره و باید به شخصیتش احترام گذاشت مادر نه حوصله نصیحت شنیدن داشت نه آمادگی گوش کردن به انتقاد گفت وقتی بچت خوابید بیا تا باهات دو تا کلمه حرف حسابی بزنم جمعه 28 جولای 1989 برای انجام یک مصاحبه در ارتباط با فیلم مستندی که درباره ایرانیان خارج از کشور در دست تهیه است با خانواده ای ملاقات می مرد خانه ایرانی است و همسرش آمریکایی. یک فرزند دختر نیز دارند. در جریان مصاحبه در پی یافتن پاسخ سوالات خیش یک نکته مهم برای چندمین بار توجهم را جلب می رفتار مرد و زن با یکدیگر مرد ایرانی در مقابل همسر آمریکایی خود چون یک بره سربزی آرام فرمان بردار و معدب است. کمی هم نگران که مبادا کار خلافی از او سر بزند. زن در مقابل راحت، مطمئن، مغرور، فرماندهنده، تصمیم گیرنده و از مقام و مرتبت خیش آسوده خاطر است. به دنبال آن کنجکاوی آزاردهنده ای که در این مواقع به سراغم میآید و به خاطر آن که نمیتوانم جلوی دهان وامانده را بگیرم در یک موقعیت مناسب و به هنگام صرف قهوه که مرد خانه درست کرده و برای خانم و ما آورده است به فارسی میپرسم انصافاً اگر همسر شما ایرانی بود شما همین شوهر سر به راه و متین و موقر و فرمانبردار می بودید آهی می کشد و جواب می دهد راستش را بخواهید نه. من دلم میخواهد با همسرم مثل یک شوهر ایرانی رفتار کنم. آقای خانه باشم، پذیرایی بشوم، تر خشکم کنند و همه در خدمت من باشند. ولی اگر دو ماه این طور رفتار کنم، خانم یا مرا از خانه بیرون می کند یا خودش فرار می کند. می گویم، ولی خانم های ایرانی که نه شما را از خانه بیرون میاندازند و نه خودشان فرار می محکومند با این روحیه مرسالار شما بسازند. درست؟ میگوید آخر اگر با زن ایرانی مثل زنهای آمریکایی رفتار کنی واویلاس خانم آنچنان هوا برش میدارد که دیگر فلک هم جلو دارش نیست با هر کس باید به شیوه خودش رفتار کرد من که رویم نشد بگویم ولی به قول آن دبیر عربی تجزیت که تعریفی نداشت ولی مردشور ترکیبت را ببرند دهه 80 دهه حیرت و حسرت 31 دسامبر 1989 قرن بیستم یکی از ادوار استثنایی و نادر تاریخ بشر است سده عظمت و نکبت سده اقبال و ادوار سده شوربختی های مندگار و پیروزی های پایدار سده اوج گرفتن ها و پروازها، ها سرنگونیها سرنگونی ها و شکستها شاید روزی ما زندگان دهه های پایانی این قرنفسانه ای به خاطر نقشی که در برگرداندن مسیر پرتلاتوم زندگی بشر داشته ایم، مورد بخشش تاریخ قرار بگیریم. ولی نمیتوان انکار کرد که صده بیستم دوران هر جمرجی بود مملو از خشونت، خونریزی، شقاوت و فاجعه و در این حال لبریز از قهرمانی ها، مهربانی ها و انسانیتها. هنوز نمیتوان گفت تاریخ نویسان آینده این دوران آشفته ی آشفته ساز را چگونه محک خواهند زد. البته اگر سلاحهای های که در این صد اختراع شدند آیندگانی بر جای بگذارند که توان یادآوری و نگریستن به گذشته را داشته باشند. پیام قرن برای قرون و صده های دیگری که از راه می‌رسند چه خواهد بود؟ قرنی که علم و تکنولوژی دست به دست هم انسان را به دوره الکترونیک، کامپیوتر، ماهواره و مایکروچیپ رساندند. دوره‌ای که حتی ژولورن و اچ جی ویلز هم در خوشترین خوابهای خود نمیدیدند. این جهش فزاینده‌ای که دارد بشریت را به دورترین ها و به ماورای کهکشان ها میبرد چه میتوان خواند؟ اگر نگارندگان آینده تاریخ تنها یک چیز از قرن ما به یاد بیاورند این است که در این صده مردان و زنانی میزیستند که بندهای زمینی را گسستند از قید کره خاکی رها شدند و در فضای بی انتها به پرواز در آمدند. مسافرتی بی پایان در تاریکی های بی مرز. بگذاری دعا کنیم این تنها چیزی باشد که از قرن بیستم به یادگار بماند. نه برخی از بیشمار رخدادهای دیگر. رخدادهایی که چشمگیرترینشان پیروزی تکنولوژیک بود اعجاب آورترینشان رهایی نیروی باور نکردنی از درون دل اتم و اصفبارترینشان جنگ و خونریزی های فراوان و گرسنگی و قحطی و فقر. قرن بیستم همچنین دوره پایان یافتن اروپا مداری و اربابی کشورهای این قاره کوچک بر سایر کشورهای جهان هم بود. هم در این قرن بود که جهان سوم شانه های نحیف خود را از زیر بار سنگین استعمار اربابان اروپایی بیرون آورد. آسیای شرقی به رقابت با آمریکا و اروپا برخاست و در همان محدوده قدرت نمایی خودشان یعنی صنایع سنگین و تکنولوژی بر آنها پیشی گرفت. در قرن بیستم تغییرات بنیادی جغراسیاسی بسیاری از ارزش‌های ماندگار و سازمان یافته را نیز دگرگون کرد. قرن زمان مقابله های ناهنجار نیز بود. در قرن بیستم آزادی فردی این موهبت گرانبه های جانشین ناپذیر بارها و بارها فدای مرام های دیکتاتوری و نظام های خودکامه شد و رهبرمداری مداری قدرت سالاری این آرمان همیشگی بشریت را تا سرحد نیستی و فنا کشند. تعصبگرایان مسلکی و مرامی و مذهبی و نژادی بارها پیکر قرن بیستم را با جنگ های سرد و گرم آزردند. قرن بیستم بیشترین ایزم را برای بشر امروز برمغان آورد. ایزم هایی که آمدند خوش درخشیدند ولی دولت ناپایدار بودند و نتیجه نیز جز مرگ و خونریزی و کشتار به بار نیاوردند. شاید همان گونه که ما اکنون از علل بروز جنگ سی ساله‌ای که قریب سه قرن پیش اروپا را به زانو درآورد با حیرت یاد می آیندگان نیز معنای این همه خونریزی و کشتار را که به جهت اختلاف مرام و سلیقه دولت مردان قرن بیستمی به وجود آمد هرگز نفهمند و حیران بر جای بمانند که چگونه انسانهایی چنین متمدن و آزادی طلب به نام آزادی چنان فجایی را به بار آوردند. با این همه دل مشغولی اما قرن بیستم فرصت این را نیز یافت تا گهگاه نفسی بکشد و رایحه خوش زندگانی را به ریه ها برساند. عشق و زیبایی را ارج بنهد و همچنان امیدوار به دنبال آرمان شهر خیش بگردد. قرن بیستم قرن شکوفایی درخشان هنر نیز بود. قرن ظهور نقاشانی چون پیکاسو و متیس. مجسم سازانی چون هنری مور و جیاکومتی. داستان سرایانی چون پروست، جویس، فاکنر، پاسترناک مان و گارسیا مارکز نمایشنامه نویسانی چون پیر اندلو و برنارد اونیل و پیتر شاعرانی چون ییس و کپلینگ فراست و الیوت موسیقیدانانی چون سروینسکی و سیبیلیوس و ریچارد فیلم فیلمسازانی چون گریفیت هیچکاک سیسیل بدومیل فورد ویلز و فلینی کمدینهایی چون چاپلین برادران مارکس پیتر سلرز و وودیالن متفکرانی چون سارتر، دو بووار، و مکلوهان و نوابقی چون سخروف قرن بیستم قرن غم بود و شادی هم قرن بیستم این دوره پرتلاتوم به زعم من چون یک موجود انسانی متولد شد و رشد کرد و با گذشت از نه دوره یا نه خان چند روز پیش درهای خانه دهم را هم به روی ما گشود تا آخرین ورقه خود را برنده یا بازنده برای ما به زمین بکوبد. قرن با اولین گام خود بیغمی، بیغشی، بیگناهی و بیمرگی را برمغان آورد و در پناه آخرین رمقهای های باقی منده از قرن نوزدهم خود را زیر پوششی نازک از تجمل و رفاه پنهان کرد. درست به سان یک نوزاد بیگناه و حراسان که با آغوش مادر پناه ببرد. در خانه دوم ساده پسندی و رفاه طلبی جای خود را به دلنگرانی و فاجعه داد و کودک نوپایمان هر آنچه بر سر راه خود دید شکست و فروریخت. جهان در زیر ضربات سنگین جنگی طاقت فرسا کمر خم کرد و ما انسانها با چشمانی از هدق درآمده به نظاره نشستیم. پس از جنگ بزرگ و خانمان برانداز بین الملل اول دهه بیستم تبالود و نزار از راه رسید. خانه سوم زمان فراگیری و رشد بود و مجالی برای شکوفایی قدرت خلاقه هنرمندان مهنت کشیده. قرنویستون با توقع و امید زیاد قدم به خانه چهارم یعنی دهه سی گذاشت و آتشها را به زیر خاکستر پنهان کرد. خانه چهارم دوران تحول و رشدی کند گردید و دهه اختراعاتی چون نایلون و پلاستیک. دهه چل از نو آتش را از زیر خاکستر بیرون کشید و باز فلاکت بدبختی را پیشکش بشریت کرد. اولین بمب اتمی در این دهه بر سر انسانها فرود آمد و بشریت نازل تنین چهره و خوی خود را به نمایش گذارد. اینها دوران نوجوانی و جوانی صده بیستم بودند. با تمام تب و تابهای ویژه آن و غرور و سرکشی ناشی از جهل این دوران. دهه پنجاه پس از سالها رنج و محرومیت دوره باسازی و امید به آینده گردید. دهه قدرت گرفتن طبقه زحمتکش و محروم و بهبود نسبی وضع اقتصادی، دهه به خود رسیدن و پیشرفت، دهه پشیمانی و ندامت از ندانم کاری های دوران جوانی، دهه پوزش خواهی و کوشش در فراموشی. دهه شست خانه بلند پروازی بود. زمان کنده شدن از زمین و جهش به سوی کره ماه در نوردیدن فضاهای ناشناخته دهه ایدالیزم و درگیری با متریالیزم دهه امید و آرزو دهه تولد هیپیزم فمینیزم دوره عشق به جای جنگ و آغوش به جای اسلحه دوره به بازار آمدن قرص زده بارداری و رهایی زن پس از این دوره به یادماندنی و پرشور دهه هفتاد از راه رسید و سالهای رشد فکری و بلوغ کامل قرن بیستم شد. در این خان، قرن بیستم که جوانی را پشت سر گذارده بود، رویاه ها را همچنان دست نیافتنی دید و آرمان طلبی خود را از دست داد. پس خسته و وامانده تن به رضا داد و نظارگر شد. دهه هفتاد دوران مرگ خلاقیت انسانها و تولد و جانشینی ماشین شد. قرن بیستم که در کوره تجربه سوخته بود از ناپاکی ها و تعلق ها از ناپختگی ها و سیان های گذشته گرد پررنج پیری بر جبین نشسته با کول باری از اطلاعات و آگاهی از تب و تاب من بودن رها شده تلخ و شیرین را آزموده غنی و پربار به مرحله آخر زندگی خود یعنی کمال و پیری گام نهاد و دهه هشتاد را تجربه آغاز کرد. و چه تجربه حیرت انگیزی چه تجربه نادری چه تجربه سراسر حسرتی خانه نهم حاصل هشتاد سال گذران عمر قرن بیستم در برابر چشمان حیرت زده ما گسترده شد و در مقابل چشمان پرحسرتمان برچیده گردید و گل سرسبد خانهای نهگانه قرن بیستم شد چرا که پیران سر هوای جوانی کرد و همه را بر جای خود میخ کوب نمود. دهه هشتاد دهه فرو ریختن دیوارها بود. دیوارهای حقیقی و دیوارهای مجازی. دیوارهای قابل لمس و دیوارهای نمادین. دیوارهایی که خود ساخته بودیم و به حراستش نشسته بودیم. دیوارهایی که با حسرت بالا رفتنشان را نظاره کردیم و با حیرت فرو ریختنشان را تجربه نمودیم. به سان هر آزمون دیگر و به سانه هر شیفتگی دیگر در قرن بیستم نیز اول تراشیدیم سپس پرستیدیم و در نهایت شکستیم ما به دنبال آرمان والای بشریت یعنی صلح و آزادی چه ها که نکردیم و چه ها که نیافریدیم چه حیرت زده و عاشقانه در مقابل بت‌های ساخته دست خود شیدایی پیشه کردیم به پرستش نشستیم و عاقبت با حسرت همه را شکستیم و فرو ریختیم. در یک کلام دهه هشتاد دهه بیداری و به خدا آمدن بود. دهه وزش نسیم آزادی خواهی در سراسر جهان. نسیمی که خیلی زود و به سرعت تبدیل به فریاد شد. ولی به راستی در سراسر جهان؟ نه نه اشتباه کردم. در گوشه های از جهان این نسیم آزادی خواهی به فریاد تبدیل نشد که هیچ ناله شد و در گلو خفه گردید و تو را همزمان به حیرت و حسرت افکند که حس دوگانه غریبی است انسانهایی در گوشه ای از جهان با حرکت خود تو را به حیرت انداختند و حرکت انسانهای دیگری در سرزمینی دیگر تو را در حسرتی عمیق فرو برد دهه هشتاد مملو و از این لحظات بود من ایرانی من زن و منی که خواه و ناخواه نام انسان بر خود گذاردم هنگامی که به رویدادهای دهه هشتاد می نگرم لحظه ای از حیرت و حسرت باز نمی مانم. گاه از دیدگان اشک شوق می و گاه اشک افسوس. من در دهه هشتاد به قدرت رسیدن و نیرو گرفتن مردم را دیدم و حیرت کردم. سقوط و تنزل مردان سیاسی و دولت مردان را دیدم و حسرت خوردم. سیاسی شدن مذهبیون را دیدم و حیرت کردم مذهبی شدن سیاسیون را دیدم و حسرت خوردم جان گرفتن دموکراسی را در اروپای شرقی دیدم و حیرت کردم مرگ دموکراسی را در وطن خیش دیدم و حسرت خوردم قدرت گرفتن زنان را در عرصه سیاست جهان دیدم و حیرت کردم زیر چادر رفتن زنان ایرانی و به قهقرار رفتنشان را دیدم و حسرت خوردم تشیه جنازه ای امپراتور ژاپن مردی که ملتش او را بخشید را در وطنش دیدم و حیرت کردم تشیه جنازه شاه ایران مردی که ملتش او را نبخشید را در غربت و در بدری دیدم و حسرت خوردم اشغال نظامی افغانستان و کامبوج را توسط بیگانگان دیدم و حیرت کردم اشغال غیر نظامی ایران را توسط خودی ها دیدم و حسرت خوردم خروج نیروهای خارجی اشغالگر را از آن دو سرزمین دیدم و حیرت کردم ماندگاری خودیها را در وطن دیدم و حسرت خوردم مبارزه بیامان پرنس تیهانوک را دیدم و حیرت کردم لختی و سستی رهبران اپوزیسیون ایرانی را دیدم و حسرت خوردم اعدام چاوشسکو را دیدم و حیرت کردم سوءقصد به جان سادات را دیدم و حسرت خوردم فرار پاپا پا را از وطنش هایتی دیدم و حیرت کردم. بازگشت خوان کارلوس را به وطنش اسپانیا دیدم و حسرت خوردم. به پاخواستن مردم فیلیپین را بر علیه دیکتاتوری ظلم و ستم دیدم و حیرت کردم. خفه کردن فریاد آزادی خواهی مردم چین را در میدان تیانمان پکن دیدم و حسرت خوردم. پوست کشیده بر اسکلت بیجان کودکان گرسنه و قحطی زده ای آفریقا را دیدم و حیرت کردم. شکنبارگی و افرادخاری مردم آمریکا را دیدم و حسرت خوردم. عطر شکوفه های بهار پراگ را در دل زمستان سرد بوییدم و حیرت کردم. بوی تعفن تبعیز نژادی در آفریقای جنوبی مشامم را آزرد و حسرت خوردم. با حیرت پیروزی بشر را در دسترسی به کره مریخ دیدم. با حسرت شاهد شکست فاجعه آمیز و مرگافرین چلنجر گشتم. سماجت متهمانی به نام کلونل نورس و یارانش در محکمه عدالت غربی حیرت زدم کرد وقاحت قاحت قضاعت دادگاه شریع سلمان رشدی آه حسرت بر دلم نشاند. قدرت گرفتن و فربه شدن قاچاقچیان مواد مخدر چیزی جز حیرت برایم برمغان نیاورد رنجوری و مرگ و فلاکت جوانان اسیر مرگ سپید جز حسرت پیامی با خود نداشت. پیام آزادی و رهایی عبرمردی مردی استثنایی به نام گربچف را شنیدم و حیرت کردم. نمایش قدرت مزورانه سیاست پیشهی به نام بوش را در پاناما دیدم و حسرت خوردم. قدرت خدایی پزشکان را در پیوند اعضا و زنده کردن مرده دیدم و حیرت کردم. عجز و ناتوانیشان را در مقابل ایدز و دیدم و حسرت خوردم. سر به آسمان سودن دانشمندان را به دنبال دستاوردهای چون ماهواره، فکس، کامپیوتر و نوزاد آزمایشگاهی دیدم و از این همه پیشرفت حیرت کردم، بیچارگی و حقارت بشر را در مقابله با مظاهر خشم طبیعت، زلزله، طوفان، سیل و آتش فشان دیدم و حسرت خوردم. و عاقبت در دهه هشتاد با حیرت دیدم که مفتی و فقیه و عالم و دانشمند این جمله شدیم و آدم نشدیم و حسرت خوردم. در دهه هشتاد آنچه بیش از همه کشته داد صلح بود و آزادی و آنچه بیش از همه زنده نگاه داشت امید بود آینده. آن را چشمان من دید و حیرت کرد این را دل من خواست و حسرت برد. بگذاری دارزو کنیم دهه نوت دهی باشد که در آن چشم ببیند و حیرت نه که ستایش کند دل طلب کند و به حسرت نه که به وسال نشیند هنوز ده سال دیگر زمان هست تا برکای این دفتر به پایان رسند و کتاب بسته شود هنوز می توان امیدوار بود به عارف بزرگ زمان خود سهراب سپهری گوش کنیم زندگی خالی نیست مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.